محدودیت های جدید محمد خاتمی روز پنجشنبه برخی از خبرگزاری ها از اعمال محدودیت های جدید علیه خاتمی خبر دادند گفته می شود که ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت در نامهای خطاب به محمد خاتمی ممنوعیت حضور خاتمی در جلسات، سخنرانی ها، همایش ها مراسم هنری و کنسرت ها و محافل غیر خانوادگی و جلسات خصوصی را به او اعلام کرده است. خبرگزاری های محافظ کار وابسته به حاکمیت این خبر را کسب خوانده و ادعا کردند که هیچ محدودیت جدیدی برای محمد خاتمی وضع نشده است. به تازگی تعدادی از اصلاح طلبان من جمله محمد رضا خاتمی نیز طی حکمی به یک تا دو سال حبس و دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی و شبکه های مجازی محکوم شدند. حجت الاسلام خاتمی چندین سال است که ممنوع و تصویر شده و رسانه ها از انتشار تصویر وی به طور کامل منع شدند. با این وجود در برگزاری دو انتخابات اخیر حجت الاسلام خاتمی با انتشار گسترده تصاویر و پیامهای ویدئویی و توصیه به رأی دادن عملا به هدایت کننده اصلی جریان انتخابات در کشور تبدیل شده است دستگیری مهدی جهانگیری برادر معاون رئیس جمهوری روز پنجشنبه مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری به اتهام مالی دستگیر شده است درباره جزئیات تخلف مالی او اطلاعات روشنی به رسانه ها درز نکرده است اما وی رئیس گروه مالی بانک گردشگری و نیز مدیر شرکت سرمایه گذاری سمگاست که در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می کند. وی در مدتی کوتاه 20 شرکت اقماری تأسیس کرده است که به نظر می رسد که دستگیری او بی ارتباط با این موارد نباشد. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری در دوران تبلیغات ریاست جمهوری به عنوان چهره محبوب دولت روحانی در رسانه ها حضور یافت و از عملکرد دولت روحانی دفاع کرد. بسیاری جهانگیری را فرد پاک دست دولت روحانی می‌دانند که پاک دستی و سلامت نفس او امکان هرگونه پروندهسازی علیه او را در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تقریبا به صفر رسانده بود. مذاکرات بروجردی و بشار اسد علاودین بروجردی که برای گفتگو درباره مسائل مهم منطقه‌ای به سوریه سفر کرده است روز پنج شنبه در دیدار با بشار اسد ضمن رد همه پرسی استقلال کردستان عراق بر پیوند عمیق دو کشور تاکید کرد وی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً بشار اسد برای آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران ارسال کرده است، اظهار داشت که ارسال این نامه تایید کننده نقش مثبت جمهوری اسلامی در پیروزی‌های اخیر سوریه است. به همچنین در این دیدار تاکید کرد که ایران آمادگی دارد تا توانایی اقتصادی و صنعتی خود را برای بازسازی سوریه به کار بگیرد. بشار اسد نیز در این دیدار بر ضرورت تقویت همکاری های سیاسی و مبارزه با تروریسم تاکید کرد. بشار اسد و بروجردی در این دیدار موافقت کردند با هر اقدامی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق و کشورهای منطقه را به خطر بیندازد مخالف هستند. برگزاری رفراندوم در کردستان عراق همه کشورهای منطقه را دچار تشویش و نگرانی کرده است. ساکنان کرد در بخشهایی از کشورهای ترکیه، سوریه و ایران حضور دارند و نگرانی استقلال خواهی آنها همواره یکی از دلمشگولی های عمده دولت های مرکزی این سه کشور است. اکنون با برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق این نگرانی افزایش یافته و هر سه کشور ترکیه، عراق و سوریه نگران پیوستن ساکنان کرد این سه کشور به اقلیم کردستان عراق هستند. در حال حاضر نیز برخی از شهروندان ایرانی کرد با مهاجرت به اقلیم کردستان عراق محل سکونت و کار خود را از ایران به کردستان عراق تغییر دادند. کردها همواره از تبعیض هایی که توسط دولت های مرکزی به آنها اعمال می شود ابراز نارضایتی می کنند. اظهارات فاطمه هاشمی درباره اسناد ارزشمند پدرش فاطمه هاشمی دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی روز پنج شنبه اظهار داشت که اسناد با ارزشی که آیت الله هاشمی در دفتر کارش نگهداری می کرده، به محل نامعلومی برده شدند. وی گفته است که پس از فوت هاشمی رفسنجانی ماموران به خانه آنها مراجعه کردند و اسناد با ارزش پدرش را با خود بردند. او همچنین گفته است وصیت‌نامه آیت الله رفسنجانی نیز ناپدید شده و آنها وصیت‌نامه پدرش را که چهار یا پنج سال قبل نوشته شده در اختیار ندارند. فاطمه هاشمی همچنین گفته است که آیت الله هاشمی اسناد مهم، ارزشمند و محرمانه خود را در گاف صندوق و در دفتر کارش نگهداری می کرد که اکنون هیچ کدام از آنها وجود ندارند. فائزه هاشمی چند روز قبل در مصاحبه دیگری گفته بود فرزندان هاشمی و برادر آیت الله هاشمی ممنوع الخروج شدند. او علت این ممنوع خروجی را ترس مسئولان از خارج کردن اسناد با ارزش هاشمی از کشور عنوان کرده بود اما در عین حال تاکید کرده بود اگر آنها بخواهند اسناد محرمانه پدرش را منتشر کنند نیازی به خروج از کشور نیست و در همین جا هم می توانند دست به انتشار اسناد محرمانه بزنند اما چنین اسنادی را در اختیار ندارند رفسنجانی بخش مهمی از خاطرات خود را که به صورت روزانه نوشته در زمان حیاتش منتشر کرده اما بسیاری معتقدند که این خاطرات تنها بخش کوچکی از خاطرات او هستند و اسرار اصلی نظام خارج از این خاطرات در جایی باید حفظ شده باشند و در عین حال مجموعه اقداماتی که علیه هاشمی انجام شده شایعه قتل او را گسترش داده است. اظهارات اخیر پادشاه عربستان درباره ایران ملک سلمان عبدالعزیز که در روسیه به سر میبرد روز پنج شنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد و گفت لازمه ی حفظ امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس و خاور میانه این است که ایران از دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه دست بردارد. از زمان شروع جنگ های داخلی در یمن ایران همواره متهم است که از شورشی های یمن حمایت می کند. در اختلافات بین عربستان و قطر نیز ایران با مخالفت با عربستان و سایر کشورهای منطقه از قطر در مقابل عربستان حمایت کرد. نتیجه آن حمایت افزایش مراودات مالی و اقتصادی بین ایران و قطر بود. نزدیکی عربستان با روسیه خبر خوبی برای ایران نیست. تحولات اخیر در عربستان نیز حساسیتهایی را در داخل ایران ایجاد کرده است دشمنی دیرپای ایران و عربستان موجب شده است که ایران نگاه خوشبینانه ای به این تحولات نداشته باشد و تحولات اجتماعی اخیر در عربستان را که عمدتا با هدف افزایش آزادی های مدنی برای زنان در این کشور انجام می شود اقدامی فرمایشی و تحت تاثیر سفر اخیر ترامپ به عربستان و نیز تلاش های ایوانیکا ترامپ دختر دونالد ترامپ و نتیجه تاثیر بر زنان عربستان می داند. اما در واقع گام های بزرگی از سوی عربستان برداشته شده که علما را در ایران دچار وحشت کرده است چون مسئله زنان آخرین قلعه است که آنها میخواهند از دست بدهند اظهارات علی اکبر صالحی درباره برجام با نزدیک شدن به زمان صدور اعلامیه کاخ سفید در خصوص پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای روز پنج شنبه با اشاره به اینکه امکان مذاکره مجدد درباره برجام وجود ندارد، اظهار داشت. بهترین کار آن است که کشورهای متحد همچنان به آن پایبند بمانند. علی اکبر صالحی که در ایتالیا به سر میبرد روز پنجشنبه اظهار داشت اگر برجام به هم بخورد تناقضات فراوانی ایجاد خواهد شد که مسئله را بسیار دشوارتر خواهد کرد و مذاکره درباره موضوع کره شمالی را نیز به امری غیر ممکن تبدیل خواهد کرد وی همچنین گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود و کشورهای اروپایی نیز از ایالات متحده پیروی کنند تکلیف ایران نیز روشن است و بیشک از برجام خارج خواهد شد. سخنان سالهی در حالی ابراز می شود که روزنامه واشنگتن پست و شبکه سی روز پنج شنبه در گزارش های جداگانه گفتند احتمالا رئیس جمهوری آمریکا هفته ای آینده پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز روز پنج شنبه گفت دونالد ترامپ تصمیم خود را درباره برجام گرفته است و به زودی آن را اعلام خواهد کرد. برخی از مشاوران کمیته امنیت ملی کاخ سفید نیز در گفتگو با واشنگتن پست اظهار داشتند که اعضای شورای امنیت ملی از مدت ها قبل پیشنهاد عدم تایید برجام توسط آمریکا را به رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه کردند. مهمترین دلیل واشنگتن برای عدم تایید پایبندی ایران به برجام طبق آنچه که تاکنون اظهار شده این است که ایران همچنان به توسعه موشکهای بالستیک خود ادامه میدهد ایالات متحده آمریکا این اقدام را مقایر با روح برجام میداند مقامات ایرانی همواره گفتند توسعه صنایع موشکی ایران ارتباطی به توافق برجام ندارد و ایران هرگز از توسعه صنعت موشکی خود که با اهداف دفاعی انجام می‌دهد دست نخواهد کشید. آمادگی آنکارا برای عملیات نظامی در سوریه ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت که آنکارا آماده عملیات نظامی علیه نیروهای کرد در منطقه افرین در حومه شمالی حلب در سوریه است. به گزارش رویترز کالین عنوان کرد اگر ترکیه تشخیص دهد که عملیات نظامی برای تامین امنیتش ضروری است به این اقدام مبادرت خواهد ورزید و تمام مقدمات لازم برای این عملیات فراهم شده است. پیش از این بینالی نخست وزیر ترکیه نیز اعلام کرده بود که انکارا با روسیه و ایران در مورد امکان ایجاد منطقه جدید کاهش تنش در افرین گفتگو خواهد کرد. گفتنیست شهر افرین در شمال سوریه و در مرز دو کشور بوده و تحت کنترل کورتهای سوریه قرار دارد. این منبع به نقل از منابع نظامی ترکیه اعلام کرد که ارتش ترکیه همه اقدامات و مقدمات را برای این عملیات آماده کرده است. رسوایی استفاده از پرواز خصوصی در کابینه ترامپ چند روز پس از استعفای وزیر بهداشت آمریکا به خاطر رسوایی استفاده از پرواز شخصی با هزینه از بودجه عمومی، حالا رسوایی مشابهی برای وزیر ترابری دولت ترامپ پیش آمده است. به گزارش رویترز، روزنامه واشنگتن پست امروز افشا کرد که الین چاو وزیر حمل و نقل آمریکا در سال جاری میلادی هفت نوبت با هزینه از بودجه عمومی از پروازهای اختصاصی استفاده کرده است. این افشاگری در زمانی صورت میگیرد که کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل استفاده گسترده وزرا از پروازهای اختصاصی تحت فشار افکار عمومی است شش روز پیش یعنی جمعه هفته گذشته بود که تام پرایس وزیر بهداشت آمریکا به دلیل افشایی استفاده از پروازهای اختصاصی و نظامی برای جابجایی و صرف یک میلیون دلار از بودجه عمومی برای این پروازها تحت فشار افکار عمومی مجبور شد استعفایش را تقدیم ترامپ کند استعفایی که سریعا پذیرفته شد این روزها مجلس نمایندگان آمریکا هم در حال بررسی گزارش های مربوط به صرف دوازده هزار دلار از بودجه عمومی برای پرواز رایان زینکر وزیر کشور برای بازگشت از یک میهمانی شخصی است. هشدار نخست وزیر اسپانیا به رئیس ایالت کاتالونیا ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز پنجشنبه از کارلوس بودجمنت رئیس دولت ایالت کاتالونیا خواست که به قانون بازگردد و هشدار داد که اعلام یک طرفه استقلال کاتالونیا از اسپانیا عواقب بدی در پی خواهد داشت. به گزارش رویترز، راخوی در مصاحبه گفته که مشکل کاتالونیا راه حل دارد. با اعلام یک طرفه استقلال وضعیت بدتر خواهد شد این اظهارات در حالی است که پوجدمنت چهارشنبه شب تاکید کرده بود که از اهداف جدایی طلبانه خود دست نخواهد کشید وی در رابطه با اعمال احتمالی ماده 155 قانون اساسی کشور برای لغو خودمختاری کاتالونیا اشاره کرد که عقاید مختلفی در این باره وجود دارد راخوی از سوی دیگر ابراز اطمینان کرد که این وضعیت را پشت سر خواهد گذاشت و یادآور شد که اسپانیا در طول تاریخ خود لحظات بسیار سختی را تجربه کرد و همیشه قادر به غلبه بر آن بوده است به یقین آنچه که برای اسپانیا بهتر است و در زمانی که به نظرم مناسبتر باشد انجام خواهم داد وی در هر صورت تضمین داد که به هیچ وجه اجازه استقلال در کاتالونیا را نخواهد داد اما فاش نکرد که چه اقداماتی در صورت اعلام یک طرفه استقلال پیش بینی کرده است راخوی تاکید کرد که وحدت اسپانیا هدف هیچ گونه میانجیگری و مذاکره نیست و تنها باید به قانون عمل کرد راخوی با بیان اینکه این گونه اقدامات برای اقتصاد اسپانیا بسیار بد است و اکنون برخی از عواقب آن دیده می شود هشدار داد که هر چقدر پایان این وضعیت طولانی تر شود شرایط برای همه بدتر خواهد شد کاتالونیا بخشی خود مختار با 7 میلیون و 523 هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی است این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خود مختار اسپانیا به شمار می رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می شود. ترامپ و ملاقات با رهبران نظامی President ترامپ با فرماندهان نظامی خود جلسه برگزار کرد و در مورد مسائل کره شمالی و ایران در جریان آخرین وضعیت قرار گرفت. Thank you very much and thank you all for being here tonight and welcome back to the White House. In particular I want to thank Secretary Mattis and General Dumford for their incredible leadership and service. I also want to thank General Kelly and General McMaster for joining us this evening and for their dedication to this administration. They have been really spectacular. Trump Iran has ترامپ میگوید نباید اجازه داد که ایران به سلاح هسته ای دست یابد. حکومت ایران از تروریسم حمایت می کند و خشونت، خونریزی و هرج و مرج را در سراسر خاور میانه گسترش میدهد. به همین دلیل می بایست خشونت دائمی و بلند پروازی هسته ایران را متوقف کرد. ایران به روح توافق هسته پایبند نبوده است و ما در همین نشست در این باره بحث خواهیم کرد. We must not allow Iran to attain, to obtain nuclear weapons. The Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed and chaos across the Middle East. That is why we must put an end to Iran's continued aggression and nuclear ambitions. They have not lived up to the spirit of their agreement. پل رایان رئیس جمهوری سیاستش را اعلام خواهد کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که سیاست در قبال ایران را خود پرزیدنت ترامپ اعلام خواهد کرد. او تاکید کرد که ما به یک استراتژی جامع در مورد ایران نیاز داریم و دولت اوباما فقط به بخشی از تهدیدات علیه آمریکا توجه کرده است. و از این لحاظ این توافق معامله بدی بوده است. برجام نیازمند ارزیابی مجدد است تا مانند افغانستان یک سیاست جامع که همه تهدیدهای ایران را در بر میگیرد در آن دیده شود I think I'll let for the president To the extent that the last administration had a comprehensive Iran strategy, it was to get a bad deal in Jikpoa, in this Iran deal. So I believe the administration is reviewing, much like they did in Afghanistan, what is a comprehensive strategy to deal with the threat facing us and the region from Iran, and that is the strategy they're developing, and I don't want to get ahead of the President, who's going to announce this strategy shortly. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه در تازه ترین واکنش نسبت به تحولات شمال عراق می گوید پیش از هر گونه اقدامی علیه اقلیم کردستان تصمیم داریم یک بازه زمانی را در نظر بگیریم تا در این دوره فرصت تجدید نظر به رهبران اقلیم برای بازنگری در تصمیم اخیرشان داده شود چاووشوغلو می گوید اگر اقلیم کردستان در این بازه زمانی از تصمیم خود برنگشت آن موقع اقدامات خود را آغاز می کنیم با این حال چاوشغلو گفته هنوز تاریخی برای این بازه زمانی در نظر نگرفتیم ترکیه هنوز به طور روشن اعلام نکرده که چه اقدامات تنبیهی را در مقابله با اقلیم کردستان در نظر دارد که به اجرا بگذارد شغلو میگوید این اقدامات متناسب با تصمیمات بغداد خواهد بود اما اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از بازگشت از ایران پیرامون همین موضوع از جنس دیگری سخن میگوید اردوغان با لحن تند وعده اقدامات تنبیهی علیه اقلیم کردستان را میداد و خطاب به رهبران اربیل میگوید کار تمام نشده بلکه فقط تازه آغاز شده او میگوید تمام حریم های هوایی ترکیه ایران و عراق به روی اقلیم کردستان بسته خواهد شد در آینده مرزها نیز بسته خواهد شد آن وقت چطور می توانید رفت آمد بکنید اردوغان در بخش دیگری از سخنانش بدون نام بردن از کشور خاصی گفت دوره بسیار حساسی را سپری می کنیم اهدافی که در این دوره برخی کشورها دنبال می کنند به این صورت است که تجزیه کن تقسیم کن و سپس اداره کن او گفت این روش بار دیگر در منطقه ما به کار گرفته شده کانتون های تروریستی که سعی می کنند در شمال سوریه علا رقم اعتراض های ما ایجاد کنند از مهمترین بازوهای این پروژه تاریک هستند اشاره اردوغان در واقع به کورت های یپگ سوری است که مورد حمایت مالی و تسلیحاتی امریکا قرار دارند در سوی دیگر بکر بوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه هم به پیش های کشورش برای آدیس سازی رابطه با اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت اقلیم کردستان باید همه پرسی در این منطقه را باطل و غیر مشروع اعلام کند او گفت علاوه بر این مسئولین این اقلیم باید تعهد خود به تمامیت ارزی اتحاد سیاسی و حاکمیت ملی اراق را اعلام کنند بکر بزداغ میگوید رهبران اقلیم کردستان باید مذاکرات با دولت مرکزی را بدون هیچ پیش برای حل اختلافات آغاز کنند اما در مورد تحولات سوریه ابراهیم کالی کالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه میگوید طی چند روز اخیر مقامات وزارت امور خارجه با مقامات روس و ایرانی دیدارهای متعددی انجام دادن و در مورد یک منطقه آری از درگیری در ادلب به توافق رسیدند کالین همچنین به سفر اردوغان به ایران اشاره کرد و گفت در جریان سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور به ایران دیدارهای دقیق و مهمی با موضوع بهبود زمینه سرمایه گذاری میان دو کشور صورت گرفت او گفت بخش بزرگی از حجم تجارت کشورمان با ایران را گاز طبیعی و نفت تشکیل میدهد. میتوان گفت تقریبا تمامی روزنامه های ترکیه در طی دو روز گذشته با خوشبینی به سفر ارغوان به تهران نگریستند. از جمله روزنامه وطن در همین ارتباط نزدیکی آنکارا و تهران را در حوزه های سیاسی نظامی و اقتصادی به آغاز دوره جدیدی در روابط دو کشور تعبیر میکند روزنامه استار هم پیشنهاد میدهد که رفت و آمد های مقامات دو کشور باعث تقویت روابط دو جانب خواهد شد.